سرخط خبرها. تیراندازی در شهر کابل. طالبان از عملیات علیه داعش خبر دادند. دیلی میل. مدعی ورود نظامیان چینی به پایگاه بگرام شد. طالبان رد کرد. پنج نظامی پاکستانی در حمله تحریک طالبان پاکستان در وزیرستان کشته شدند. طالبان در کدامند پیروزی خود را جشن گرفتند. وقت مرگ جبهه مقاومت آغاز به فعالیت کرد. با یاد خدا به مجموعه خبری مهم این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم ویدیو را لایک و چینل ما را سابسکرایب کنید. تیراندازی در شهر کابل. طالبان از عملیات علیه داعش خبر دادند. در پی شنیده شدن تیراندازی شدید در شمال شهر کابل، منابع گفته که نیروهای امارات اسلامی علیه اعضای داعش عملیات را اندازی کردند. یک مقام طالبان گفته است که تروریست های داعش در یک خانه در منطقه خیرخانه کابل جابجا شدند. با گفته او، عملیات با از پا درآمدن عناصر داعش پایان یافته است. جزئیات بیشتر از این عملیات منتشر نشده است. ساکنان محل از وقوع انفجار نیز خبر داده بودند. در شبکه های اجتماعی هم تصاویر از آتش سوزی ناشی از انفجار منتشر شده است. عصر امروز نیز مراسم ختم مادر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک مسجد هدف یک انفجار قرار گرفت که گزارش شده در آن دست کم 12 نفر کشته شدند. مسئولیت این انفجار را کسی و یا گروهی بر عهده نگرفته است. این دومین حمله مرگبار پس از تسلط طالبان بر کابل است. نخستین حمله انتحاری در هفته دوم تسلط طالبان بر کابل در نزدیکی میدان هوایی کابل رخ داد که جان حدود 200 غیر نظامی افغان و 13 نظامی آمریکایی را گرفت. مسئولیت آن حمله را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفته بود. دیلی میل. مدعی ورود نظامیان چینی به پایگاه بگرام شد. طالبان رد کرد. روزنامه انگلیسی دیلی میل در گزارش ادعا کرده که نیروهای چینایی وارد پایگاه بگرام، مهمترین پایگاه پیشین آمریکا در افغانستان شدند. طالبان این ادعا را رد کردند. این روزنامه نگاشته است که در شبکه‌های اجتماعی تصاویر منتشر شده که نشان می‌دهد نور افغان‌های بگرام روشن است و گزارش شده که چندین هواپیمای نظامی فرود آمدند. دیلی میل به نقل از منابع نگاشته که این هواپیمای چینایی است، زیرا تصور نمی شود که طالبان دارای تخصص لازم برای تامین نیروگاه یا نگهداری و پروازهای چندین هواپیمای نظامی باشند. این اتفاق پس از آن رخ می دهد که مدیر برنامه چین در دانشکده مرکز چین گفت که چین به احتمال زیاد به دنبال پایان اشغال پایگاه بگرام از سوی آمریکا علاقه زیاد به اشغال این پایگاه هوایی دارد. نیروهای آمریکایی در افغانستان در ماه جولای پایگاه بگرام را شب هنگام رها کردند. ادعای حضور چین در بگرام چند روز پس از آن مطرح می شود که ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا گفت که قرار بود نیروهای آمریکایی پایگاه بگرام را به منظور کنترل چین تا سالهای طولانی نگه دارند. او گفت که قرار بود آمریکا پنج پایگاه نظامی خود در افغانستان با بم از میان ببرد، اما پایگاه بگرام را به دلیل نزدیکی به چین تا سالهای طولانی حفظ کند. ترامپ بیان کرد ما آنجا پایگاه بزرگ و زیبایی داشتیم که میلیاردها دلار هزینه ساخته شده بود و یک شبه بدون اینکه چراغ‌ها را خاموش کنیم از آنجا بیرون شدیم. رئیس جمهور پیشین آمریکا در ادامه گفت که حالا چین به همه تجهیزات نظامی آمریکا در بگرام نگاه می‌کند و آنها را در کنترل دارد. طالبان گزارش‌ها در مورد حضور چین در بگرام را رد کردند. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان گفته است که در میدان هوایی بگرام نه طیاره از چین و نه نیروهای نظامی وارد شده است. پنج نظامی پاکستانی در حمله تحریک طالبان پاکستان در وزیرستان کشته شدند. در حمله جنگجویان تحریک طالبان بر نظامیان پاکستانی در وزیرستان شمالی پنج نیروی پاکستانی کشته شدند. مقامات پاکستانی میگویند در حمله شب جمعه در وزیرستان شمالی بر یک کاروان نیروهای سرحدی آن کشور پنج نظامی پاکستانی کشته شده است. اردوی پاکستان در اعلامیه روز شنبه 2 اکتبر یعنی دی میزان گفت که این حمله در نزدیکی مرز با افغانستان در وزیرستان شمالی صورت گرفت. ارتش پاکستان عملیات را برای تصفیه دهشت افغانان در وزیرستان شمالی را اندازه کرده است. تحریک طالبان پاکستان مجموعی از چندین گروه تندرو می باشد که چندین سال به این سو بر ضد نیروهای مسلح پاکستان می جنگد.
و مقام‌های پاکستانی گفتند که در سال‌های اخیر هزاران نظامی پاکستانی و غیر نظامیان از سوی این گروه کشته شدند. اردوی پاکستان بر مراکز طالبان پاکستانی در نزدیکی مرز با افغانستان چندین عملیات بزرگ انجام داده، هزاران جنگجوی طالبان پاکستانی را کشته و توانایی را اندازی عملیات نظامی آنان را تضعیف کرده است. اما در هفته‌های اخیر طالبان پاکستانی بار دیگر در مناطق شمال غرب و جنوب غرب آن کشور به حملات خود شدت بخشیده و ده‌ها تن از نظامیان پاکستانی را کشتند. این در حال است که عمران خان نخست وزیر پاکستان به تازگی گفته است مذاکرات صلح میان حکومت پاکستان با تحریک طالبان پاکستان با میانجیگری طالبان افغانستان آغاز شده است. طالبان در کدامن پیروزی خود را جشن گرفتند. برخی چهره های سرشناس طالبان به همراه جمعی از هواداران این گروه طی یک گردهمایی در کدامن پیروزی خود را جشن گرفتند. برخی از چهره های سرشناس طالبان امروز یک شنبه 11 میزان طی یک گردهمایی در ولسوالی کدامن پیروزی خود را جشن گرفتند. در این گردهمایی طالبان تاکید دارند آمریکا در افغانستان شکست دادند. آنها همچنین به تمجید از بمبگذاران انتحاری پرداختند. به نقل از فارسی در این گردهمایی تعداد زیاد از هواداران طالبان نیز حضور داشتند. قابل ذکر است طالبان در ماه اگست گذشته بر تمام افغانستان مسلط شدند و در ادامه کابینه خود را اعلام کردند. کابینه طالبان که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان یک طرفه می باشد با مخالفت های زیاد داخلی و خارجی روبرو شده است. همچنان فاکس نیوز به نقل از احمد مسعود، احمد مسعود از وجود 500 جوان فدایی تحت نام قطعه مرد خبر داد و گفته است این گروه در مکان امن قرار دارند و به زودی وارد نبرد خواهند شد. این در حال است که غنی اندرابی زیر فرمان احمد مسعود محکم در برابر گروه طالبان ایستاده ایم. یک فرمانده جبهه مقاومت ملی افغانستان میگوید که گروه طالبان یک گروه ظالم و ستمگر است و اعضای این گروه به هیچ کس از جمله کودکان، زنان و کهنسالان رحم نمی کند. با گزارش اسپوتنیک به نقل از اندپندنت فارسی، غنی اندرابی فرمانده نیروهای جبهه مقاومت ملی در اندراب گفت که در کوههای اندراب حضور دارد و همراه با نیروهای خود زیر فرمان احمد مسعود استوار و محکم در برابر طالبان میرزمد. پس از آنکه حکومت پیشین افغانستان با گریز اشرف غنی در 15 اگست فرو پاشید و نیروهای طالبان بر سراسر افغانستان مسلط شدند، شماری از فرماندهان ضد طالب در پنجشیر و اندراب به طالبان اجازه ندادند تا وارد نوایی تحت کنترل آنان شوند. از جمله غنی اندرابی که فرماندهی نیروهای مردمی در شهرستان پل حصار، بنو و دهل سلا را در آستانه بغلان بر عهده داشت، جنگجویان طالبان را از آن شهرستان ها بیرون راندند.